سلام خدمت شما رفقای عزیز، در ادامه کلیپ و پکیج آموزشی توریست درمانی کلیپ دومش هستیم. اگر کلیپ اول رو ندیدی حتما برو ببین، چون اگر کلیپ اول رو ندیدی این کلیپ برات فایده نخواهد داشت. کلیپ اول رو که دیدی بعد این کلیپ رو نگاه کن. اگر کانال ما رو سابسکرایب نداری حتما گزینه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنارش رو هم بزن تا به محض اینکه ویدیوهای جدید میذاریم از کلیپ های ما آگاه بشی، از نشرش و حتما ببینی و از دست ندی. در بحث آموزشی کسب درآمد دلاری از توریست درمانی بودیم و هستیم. گفتم در کلیپ قبلی که قراره باهاتون در ادامه روش های جذب بیمار رو بهتون آموزش بدم، چطور اون عرب زبان، اون توریست به ما اعتماد کنه، به ما زنگ بزنه، خودش رو به ما بسپاره تا بتونیم کارش رو راه بندازیم. این سخت‌ترین جایه، یعنی شما اینو یاد بگیری طبق آموزش هایی که من میدم، طبق تجربه هایی که من دارم برات آسونش میکنم، با شرطی که دل بدی و قلبه بگیری اشتباه گفته باشم. خب در خدمت شما هستیم. قراره در زمینه جذب توریست صحبت کنیم. جذب توریست، چی کار کنیم توریست رو جذب کنیم؟ دو تا روش برای جذب توریست وجود داره، روش سنتی، روش مدرن. روش سنتی چیه؟ روش مدرن چیه؟ ببین رفیق عزیز، روش سنتی اینه که شما بری اماکنی که توریست ها میان اونجا اقامت میکنن رو شناسایی کنی. مثلا در مشهد خیابون امام رضا رو بری شناسایی کنی، در شیراز مثلا بری اون منطقه، اون هتل های من، حالا چون خودم مشهد هستم نمیدونم شیراز چه منطقاییه، بریم مثلا مشهد، خیابون امام رضا، خیابون طبرسی، خیابون شیرازی، هتل های خاص که عرب زبان ها میرن، توریست ها میرن، اینا رو شناسایی کنی، کارت ویزیت چاپ کنی. دقت کنید، در روش سنتی چیزهایی که کارت ویزیت، حالا روی کارت ویزیت چی نسیم؟ نسیم که مثلا ابوذر صادقی مترجم اللغه العربیه للعلاج والسیاحه، یعنی ابوذر صادقی هستم مترجم زبان عربی در زمینه توریست درمانی و سیاحت تفریح. شمارت هم بزنی واتساپ اینستا، یکی به کارت ویزیت چاپ کنی اون عرب زبان هایی میبینی بهشون بدی. دو، صدا بزنی دو منطقه، این گفتم برای هتل ها بود، منطقه های پزشکی رو بری در بیاری، مثلا در مشهد احمد آباد، نمیدونم این منطقه‌ای که مثلا توریست ها میرن و پزشکای زیادی اونجا حضور دارن، مثلا منطقه احمد آباد، عارف، خیابون عارف مثلا، بری اونجا مثلا میگی که مترجم لازم دارید در خدمتم، توریست ها رو که میبینی یا مترجم لازم دارید در خدمتم، ترجم برای بیماری، برای فلان فلان فلان، و وقتی که جذبتون کنه اونم لازم داشته باشن شما رو میگن. این روش سنتیه که من خودم دوستش ندارم، با روش سنتی حال نمی کنم. این روش سنتی رو یه دومی هم گفتم، بری کجا؟ جای درمانگاه ها و فلان فلان. این روش سنتی زرده هم بزن روش، روش سنتی فایده نداره. اما یه روش دیگه است، روش مدرن. این روش مدرن روشیه که خودم دوستش دارم و من تقریبا از زمانی که 9 سالم بود 10 سالم بود اینترنت دایل اپ بود، صدا ما میکرد، ما این کارت اینترنت میخریدی فلان، یه من اون زمان همین روش مدرن، نه توی زمینه کارهای دیگه انجام میدادم فلان، نه کلا خودم مدرن رو بیشتر میپسندم در همه زمینه ها، نه فقط توریست درمانی، کلا مدرن جواب بیشتری میده چون جهان داره به سمت مدرن حرکت میکنه. در زمینه مدرن شما چند تا کار بده. درست میگم مدرن یعنی چی؟ های صادقی من نمیفهمم، ساده تر بگو مدرن یعنی اینترنت، یعنی
اینترنت، شما بیا فعالیتت رو در بستر اینترنت قرار بده. یعنی چی کار کنم؟ خب حالا چی کار کنید؟ اینا رو یادداشت کن رفیق عزیز، خسته نشو، ادامه کلیپ رو تا آخر ببین و نکته برداری کن، یادداشت کن، استاپ کن، فکر کن. فکر از همه مهمتره. اگر فکر نتونی انجام بدی، تفکر نکنی، مطمئن باش موفق نمیشی. در زمینه مدیریت شما باید چند تا کار بکنی. یک، ببینی توریست هایی که داری باشون کار میکنی، ببینی اون کشور در چه شبکه اجتماعی فعالن. بعضی ها چون تا حالا از ایران بیرون نرفتن، فکر میکنن هر چی که تو ایرانه تو اون کشور هم هست، در صورتی که فرق میکنه. مثلا ما ایرانی ها نسبت تلگرام زیاد استفاده میکنیم، اما توی جهان اصلا از تلگرام استفاده نمیکنن. خب باید ببینی چی کار میکنن. عرب زبان ها، کشورهای عربی و حتی جهان همه از فیسبوک استفاده میکنن. با من تکرار کن، فیسبوک. شما بای فیسبوک چی های صادقی؟ فیسبوک مثل اینستاگرامه، مثل تلگرامه، مثل واتساپ فلان. شما باید بری فیسبوک رو نصب کنی. فیسبوک رو نصب کردی مثل اینستاگرام، عکس پروفایل بذاری، بعد دیسکریپشن بنویسی، بعد یوزرنیم و پسورد تو مرتب بذاری. پس اولین چیزی که در زمینه مدرن شما باید انجام بدی، حساب یا اکانت فیسبوک باز کنی. فیسبوک، حساب فیسبوک تو اکتیو کن. حالا فیسبوک چیه؟ در زمین نکته رو میگم، فیسبوک تقریبا 10 سال 12 سال تو ایران فیلتره، کار نمیکنه. آیا چیکار کنم؟ خب میتونی از برنامه‌های خاص استفاده کنی، مثلا انتشکن و از فیسبوک هم استفاده کنی. شما میتونی فیسبوک رو نصب کنی. الان ایرانی زیادی داریم تو فیسبوک، دارن این کار انجام میدن. پس در فیسبوک با فعالیت کنی. حالا فیسبوک چه جوری هست؟ کجا برم؟ این نرسایی که باز میکنی چه نمیفهمی؟ باید بری آموزشاشو ببینی. من اینجا اگه بخوام همه رو توضیح بدم دیگه میشه مثنوی 70 من، نمیتونم اینا همه رو توضیح بدم به صورت خلاصه واری. باز خودت به قول یک ضرب المثلی هست، میگه للعاقل بالاشاره و للخنگ بالمناره. خب این حساب فیسبوک حتما نصبش کنید. من در باز خود فیسبوک باید مسنجر داره، یعنی بخواید با کسی ارتباط برقرار کنید باید با مسنجر کار کنید. حساب فیسبوک تو راه انداختی، بعد ببین شبکه اجتماعی دیگه هم استفاده میکنم. بله چی؟ اینستاگرام. حساب اینستاگرامت هم راه انداز. اینستاگرام. پس شما دو تا کار، یک حساب فیسبوک، دو حساب اینستاگرام. این از نون شب واجب تره. این دوتا رو حتما در روش مدرن باید داشته باشی، وگرنه موفق نخواهی شد. فیسبوک که یاد گرفتی توش میاد چی کار میکنی؟ میای عکس خودتو میذاری، عکس های حتی کپی رایت نداشته باشی. نکته رو بهتون بگم، عکس های مثلا نمونه کارهای عمل بینی دکترها رو میذاری، ازشون اجازه میگیری، از اطبای عزیز اجازه میگیری، میگی میتونم من باهاتون کار کنم و مثلا عکس هایی که مثلا تو پیجتون گذاشتین، توی شبکه های اجتماعیتون گذاشتین وردارم و منم توی شبکه های اجتماعی بذارم، حالا مثلا اسم شما رو مینویسم، مطمئنا بهتون اجازه میدم. و وقتی که اجازه دادن شما اون عکس ها رو میذاری، مینویسی مثلا نمونه عمل بینی گوشتی، نمونه عمل، نه همون به زبان عربی باید بنویسی. اگرم یاد نداری حالا میتونی از گوگل هم میتونم کمک بگیری، مثلا نمونه عمل نمیدونم پف چشم، نمونه عمل نحت الجسم پیکر تراشی، نمونه عمل نمیدونم فلان، رضایت عمل فلان. اینا همه رو عکس ها رو میذاری، هشتگ میزنی، حتما هشتگ میزنی. یک چیز دیگه خیلی مهمه، حتما پیج ها و گروه های مرتبط با توریست درمانی رو فالو کنی. توی گروه هایی که مثلا عرب زبان، تو فیسبوک بیشتر بر مبحث گروه میچرخه، بر مبحث گروه. توی اون گروه ها میری عضو میشی، باشون ارتباط برقرار میکنی، باشون صحبت میکنی، عکس میفرستی، فیلم میفرستی، میگی اگه اومدی ایران در خدمت هستیم. باید ارتباط سازی کنی. این ارتباط سازی خیلی مهمه. ارتباط سازی تو قوی انجام میدی. وقتی که ارتباط سازیت قوی انجام شد، میشه با مبحث اعتماد سازی، بعد اعتماد میکنه. یعنی انقدر تو فکر مخاطب تو تاثیرگذاری میکنی که اگر قصد عمل زیبایی یا هر عملی داره، وقتی بیاد ایران تو بیایی توی فکرش و این میشه جذب، اعتماد سازی و در نهایت کسب درآمد.
و دو اینستاگرام که ماشاءالله همتون استادی در اینستاگرام، هر کی رو نگاه میکنی میبینی یه پیجی داره. ببینید در اینستاگرام شما یک پیج تخصصی میزنی، پیج تو کلا عربی میذاری، نکاتی دارم بهت میگم خیلی مهمه حتما دقت کن، پیج جدا باشه با این پیجی که داری، یک پیج کلا مخصوص بزن، عکس پروفایل از خودت بذار، روی توضیحاتش فقط به عربی بنویس مترجم سیاحتی توریست درمانی، بعد هشتگ بزن عمل بینی، پیکر تراشی، عمل قلب، عمل نمیدونم فلان، هر نوع بیماری هست شما اونا رو بنویس. آقا این عمل ها رو ما انجام میدیم، نمیدونم درد مفاصل، معده، هرچی، هر بیماری رو، اینا همه رو رو به عربی می‌نویسی و با اون پیجت هم پیج‌های ایرانی رو فالو نکنی، چون وقتی شما میای با اون پیج جدیدی که زدی پیج‌های ایرانی رو فالو کنی، به الگوریتم اینستاگرام داری نخ میدی که آقا من ایرانی ام، پیج ایرانی رو دارم فالو میکنم، بعد که میری تو اکسپلور همش ایرانیایه، به دردت نمیخوره. تو جامعه هدفت، جامعه مشتریهات، خانواده مشتریهات در خارج از کشوره، ولی وقتی همش عربی ها رو دنبال کنی، لوکیشن حتما بزن، لوکیشن کشور مقصد تو بزن، مثلا عراق رو بزن، کویت رو بزن، عمان رو بزن، قطر رو بزن، این لوکیشن خیلی مهمه، داری نخ میدی به الگوریتم که آقا من میخوام با این کشورها ارتباط برقرار کنم. این اینستاگرام هم میاد به تو کمک میکنه و تو رو به اکسپلور اون کشورهای مقصد، به مردم اون کشورهای مقصد معرفی میکنه و نشون میده و میتونی مشتری جذب کنی. هر روز باید پست بزنی، بازم گفتم مثل فیسبوک نمونه کارها تو توی پستای اینستاگرامت بذاری و استوری بذاری تا بالاخره بهت اعتماد کنن و وارد بشن. اما وقتی که من توی پیجم هم نشون دادم بهتون که بیمارها دارن میان چجوری، من مثلا استقبالشون رفتم، همه کاراشون رو کردم، همه رو براتون توضیح داده. اما مسئله ای که هست اینه که اگر شما یک ببینید همه اینها تا اولین بیمار سخته، تا اولین بیمار شما ممکنه این کارو شروع کنی و یک ماه دو ماه نتیجه نبینی ها، نباید ناامید بشی رفیق، ناامید شدی کلات بس معرکه هست، نه تو این زمینه، تو کل زندگی از هیچی ناامید نشو، انقدر ادامه بده تا این گره باز بشه، این قفل بشکنه و موفقیت برسی. و اگر شما در اولین مرحله اولین بیمار رو جذب کردی، شانسیه و بستگی به تلاش خودت داره، ممکنه در روز اول جذب کنی، ممکنه دو ماه سه ماه طول بکشه برای رسیدن به بیمار جذب کنی، ولی اولی رو که جذب کردی دیگه نوره، الان نوره. خب اینجا با چیکار کنیم؟ چرا آقای سالاری نور الان نوره؟ چون شما اولین بیمار رو که جذب کنی باهاش استوری میگیری، باهاش فیلم میگیری، باهاش تولید محتوا میکنی و توی پیجت میذاری. تو این سه ماه که انقدر تو میگفتی بیاین پیش من مترجمم فلانم فلانم علم، وقتی که یکی از اون کشور میاد باش استوری میذاری توی پیجت قرار میدی، بهت اعتماد میکنن، میگن دمش گرم، این یک چیزی هست. وقتی اون عملم انشالله که با موفقیت انجام بشه، پولت هم گرفتی، نوش جونت، میگی که رفیق دیگه، تو باش رفیق شدی چند روز باهاته، یک استوری بگیر نظرتو در مورد من بگو. اون میگه که آقای فلانی، خانم فلانی خیلی مترجم خوبی بود، دمش گرم، سنگ تموم برای ما گذاشت، زحمت کشید، فلان کرد، اعلام کرد. اینو که باز اون فالوورات دارن میبینن میگن دمش گرم، دمش گرم بابا، این اوکیه، بهت اعتماد میکنن. یک برد دیگه هم تو زدی اگه این کارو بکنی، اولی مشتری تو بزنی. این آقا زمانی که برگرده به کشور خودش، همینطور که ما خودمون تو پیجای شخصیمون هزار تا فالوور داریم، همه دوست و رفیقا و آشنا و فامیل هستن، فک و فامیل هستن، اون آقام همین جوره، برای خودش حساب اینستاگرام داره، فیسبوک داره، رفیق داره، آشنا داره، قوم، اقوام، خیش، خانواده، عملش رو اونا میبینن، میگه کجا عمل کردیم؟ میگه ایران. چجوری؟ شرایطش چی بود؟ با کی بودی؟ کی کمکت کرد؟ میگه فلانی، اینم پیجش. اونا هم دوست و رفیق هایی دارند، اونا هم دوست و رفیق هایی دارند و اونها همینجور معرفی میکنم، تو رو تگ میکنم، منشن میکنم، پیجتو دیده میشه و هر کس از خانواده اونها، اقوام اونها، دوستای اونها، آشناهای اونها بخواد در ایران عملی انجام بده، مطمئن باش به تو زنگ میزنه، مطمئن باش به تو زنگ میزنه، چون تو مورد تایید واقع شدی و امتحان خودتو
خوب پس داری. پس رفیق عزیز، همه این سختی ها تا جذب اولین بیماره. شما اولین بیمار رو که عمل کنی به بعد دیگه راحتی. پس اصلا نباید ناامید بشی. اولین بیمار رو که گرفتی به بعدش دیگه روی ریلی، همینطوری قطاری میره. به قول یکی از تجار موفق در قطر باش صحبت میکردیم، میگفت که تجارت، بهش گفتم چی جوریه، کم از تجارت توضیح بده، حرف قشنگ میزد. گفت تجارت سخت‌ترین مرحلهش اولین مرحلهشه. گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی اولین تجارت سخت‌ترین تجارته. اگر اولی رو انجام بدی به بعد دیگه اوکی. یعنی سختی تو فقط اولین حرکتته، اولین قدمته. یک بچه که میخواد راه بره همون چند قدم اولش سخته براش، به بعد که راه بیفته دیگه تموم. یا دوچرخه، زمانی که حالا دوچرخه سوار میشودیم، الان فرصتش رو نیست، دوچرخه اولین رکابی که میخوایی بزنی سفته، چون روی زمینی، چون پتانسیلش وجود نداشته که در حال حرکت باشه، روون باشه. ولی وقتی که اولین رکاب زدی، یک دور، دو دور، هرچی سرعت که بیشتر میشه، رکاب زدن تو ساده تر میشه، پات روون تر میشه، فشار روی پا نیست. این هم داستان همینه توی کسب و کارها و توی زمینه توریست درمانی. شما اولین حرکتی و اولین بیماری رو که داشته باشی و با موفقیت باشه، بقیه همش اوکیه و تو حد اکثر استفاده رو میبری. پس برای جذب بیمار شبکه‌های اجتماعی رو فراموش نکن. فیسبوک و اینستاگرام، این دوتا رو حتما خوب یاد بگیر و روشون وقت بذار و سرمایه‌گذاری کن. حالا روش‌های دیجیتال مارکتینگ زیادیه که من، یعنی شغل اصلیم هم دیجیتال مارکتینگ هم، اینا بخوام براتون توضیح بدم خیلی طولانی میشه. من چجوری بسازی پیجاتون رو بررسی کنم خیلی وقت میبره که متأسفانه امکانش وجود نداره. ولی شما میتونید خودتون وقت بذارید و در اینترنت سرچ کنید و آموزش‌های دیجیتال مارکتینگ شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام رو که الان ماشاءالله زیاد هم هست ببینید. و لازم هم نیست پول بدی، همش رایگان هم تو اینترنت، تو گوگل موجوده. پس رفیق عزیز، در جذب توریست دو تا روش داشتیم، سنتی و مدرن. در سنتی که من قبولش ندارم، البته سنتی هم خوبه ها، جواب میده. اگر وقتشو داری سنتی خیلی خوبه، من خودم حقیقتا وقتشو ندارم، ولی سنتی هم شما میتونی هم کارت ویزیت بدی و هم در مراکز درمانی اونجا فعالیت کنی. اینم در روش سنتی هم اینم بهتون بگم، اولش سخته ولی به بعدش که معروف بشی و جا بیفتی توی اون خانواده و اقوام و عشیره اون کشور مقصد دیگه اوکی. یک چیزی هم در رابطه با عرب زبان ها بهتون میگم، اینها به صورت عشیره‌ای زندگی میکنن، یعنی خاندان های بزرگی هستن که همه مثلا زیر نظر یک شیخ عشیره هستن. وقتی شما یک نفر را عمل خوبی انجام بدی، این تو کل عشیره میچرخه. حالا عشیره مثلا از 300 نفر 200 نفر الا ماشاءالله همینجور شروع میشه به بالا. و در اصخایی میکنم و در روش جذب توریست درمانی، یک چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که شما قبل از آمدن توریست باهاش هماهنگ باشی. در چه روزی میای، چقدر خوبه به استقبالش در فرودگاه بری، براش هتل بگیری. شما حتی در زمینه هتل گرفتن، رزرو هتل، رزرو تاکسی، رزرو رستوران، اینا همه پورسان داره و میتونی کسب درآمدی داشته باشی. پس رفیق عزیز، کسب درآمد دلاری از توریست درمانی روش های زیادی داره که مهمترینش روش سنتی و مدرن، و از سنتی مهمتر روش مدرن. در اینستاگرام یا در فیسبوک شما مسئله ای که هست اینه که رفیق عزیز، داخل پرانتز این نکته هم بهتون بگم، سعی کنید در مسئله توریست درمانی قانع باشید. مثلا اگر قیمتی که 1600 دلار عمل یک بینی هست، یا مثلا یک عمل دیگه می‌بینی مثلا 5000 دلار هزینه عملش، بعضی عمل‌ها هست 5000 دلار هزینه عمل بینیه، ببین پرسانت چقدره. مثلا 30% با 30% این میشه 1500 دلار از
از 5000 دلار میشه 3500 دلار مثلا سهم پزشکیش میشه. شما بیا از سهم خودت که 1500 دلاره بیا تخفیف بده در ابتدای کارت، بیا تخفیف بده و هم کار خدا پسندانه هست و هم این که باعث میشه بیمار رضایت داشته باشه و با طینت قلب از کشور خارج بشه. پس خدا رو فراموش نکنید در این مسئله، چون همین جور که گفتم شیرین هست این کار، باعث میشه یک نفر خوشحال برگرده به کشورش. یک مسئله ارزم به زور شما غیر اخلاقی هم میتونه باشه، یعنی اگر واقعا به این نیت فقط پول، فقط به نیت پول کار کنید، مطمئن باشید که موفق نمیشید. اگر هم از لحاظ مادی موفق باشید، مطمئن باشید از لحاظ معنوی مردود واقع شدید. که خدایی نکرده توی پیج و کانال ما اینجور افرادی نداریم. پس در زمینه توریست درمانی فقط شبکه‌های اجتماعی را آقا جان بچسبید، چون شبکه‌های اجتماعی به شما خیلی میتونه کمک کنه. و حالا من در انشاءالله در کلیپ های بعدی براتون توضیحات بیشتری میدم که چطوری میتونید کار کنید و چجوری شبکه های اجتماعیتون رو بسازید. به صورت تخصصی اینا رو براتون توضیح میدم با نمونه کارهای خاص. پس چیز خاصی نداره توریست درمانی رفقای عزیز، تقریبا این کلیپ هامون یک ساعت به طول انجامید و من اصل تجربه چند سالم رو من به شما گفتم، اصل تجربه چند سالم رو که الان دارن همینا رو کلیپ میکنن و میفروشن. پس ناامید نشو، ناامید نشو، ناامید نشو، پرقدرت ادامه بده. در فیسبوک و در اینستاگرام حسابهای اجتماعی خودتو بساز، اعتماد سازی کن، رضایت مشتریتو بگیر، روابطتو قوی کن و توکل به خدا مطمئن باش که اولی بیمارت رو جذب کنی و با رضایت برگرده به کشورش، برای تو مشتری میفرسته، بیمار میفرسته، ازت تشکر ویژه میکنن، روابطت هم ساخته شده و دوستهای جدیدی پیدا کردی از سر تا سر جهان. کار بسیار جذاب، پردرآمد و شیرینیه. امیدوارم که موفق و معید باشی. هر سوالی هم داشتی ازم بپرس، در خدمتت هستم. توی کامنت ها جوابتو میدم.